روزگار عجیب است دختران در نو زندگی خود های در شبکه های اجتماعی میگذارند که حتی حیوانات هم از آن شرم میکنند روزگار عجیب است پدران و مادران به غذا و لباس فرزندان اهمیت می دهند اما فراموش می کنند که بذر ارزشها و اخلاق را در وجودشان بنشانند. روزگار حجیب است کارمندان به بهانه حقوق کم در کار خود اخلاص نمی و, و فراموش نمودند که خداوند متعال در رسق روزی حلال برکت می اندازد و حرام را از بین می برد. روزگار عجیب است، پسران و دختران جوانی که ساعتهای طولانی را در کوچه و بازار سپری می کنند، اما در اولین رکت نماز خسته می شوند. روزگار عجیبی است، دختران و پسران جوانی که با سینه گشاده و, و موسیقی گوش می دهند، اما اگر... به کلام الله گوش فرا دهند سینه هایشان تنگ می گردد انگار که به سوی آسمان بالا می روند و نمی دانند که حلال با حرام در نیست روزگار عجیبی است هر چی خوشمزه است را می خریم و صدها هزار پول را می پردازیم هم ما انگامی که به صندوق صدقه می رسیم دنبال سکه فلزی می گردیم تا در آن بیاندازیم و به شنیدن صدای افتادن سکه در صندوق افتخار می کنیم روزگار عجیبی است زنگ و موبایل خودمان را تنظیم می کنیم تا دیر به سر کار نرسیم اما روبرو شدن به خداوند متعال در نماز صبح را فراموش می کنیم. در حالی که میدانیم توان آن را داریم که زنگ موبایل را برای نمازها هم تنظیم نماییم. روزگار عجیبی است برخی از ما درباره آبرو و او بندگان خدا سخن میرانیم و فراموش میکنیم که انسان هیچ سخنی را بر زبان نمیراند مگر این که فرشته مراقب و آماده یعنی برای دریافت و نگارش آن سخن است. روزگار عجیبی است از وفور اوادس و اتفاقات شکایت می کنیم اما با این حال خداوند را هنگام وقوع آنها از یاد میبریم. روزگار عجیبی است مردان همسران و دختران و خواهران خود را می بینند، لباسهای می که بر جستگی های بدنشان را آشکار می اما به غیرت نمی آیند و با ادعای این که آنها روشن فکر آزادندیش و متمدن هستند هیچ واکنش نشان نمی دهند. رشوه هم مانند قهوه خوردن آسان و گوارا شده است. اختلاط زن و مرد نماد تمدن به خود گرفته است آرایش و اندام نمایی زنان به خوش اندامی مبدل شده است برهنگی و بیبندباری به آزادی تبدیل شده است امر به معروف تهجیر و ارتجا و امر به معروف عقب افتادگی گردیده است ابلیس هزمان ابتدا سراحتا اعلان کرد که ما انسانها را در دنیا گمراه می سازد و در آخرت از ما کناره گرفته و اعلان بیزاری می کند اما برخی انسان ها کر و کور و لال هستند و تعقل نمی کنند. سخنی که قلب را نسبت به زمان تمدن اندهگین می کند اگر کسی را به ترک گناه و مسیحیت نصیحت کنی چنین پاسخ می دهد که بیشتر مردم آن کار را انجام می دهند و فقط من نیستم و اگر در قرآن كلمة بشتر مردم في القرآن أكثر الناس يا اكثر هم را أكثرهم کنی جوكني ورد موارد برمي أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يؤمنون أكثرهم فاسقون أكثرهم يجحلون أكثرهم لا يعقلون وغير غير لطفاً این موضوع را در قالب یک اشعار اخلاقی و یاداوری در شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی به صورت گسترده انتشار دهید. جزاکم الله خیراً. خواهرتان مریم قریب. <applause>